تو برنامه حدود 50 دقیقه فرصت داریم از حضور دکتر اسماعیل خویی بتونیم بیشترین بهره رو ببریم. آقای خویی خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. درود بر شما مهدی جان. آقای فلاحتی، هنگام خوش میگم به همه هممیهنان و همزبانانم در ایران و در هر کجای جهان که هستند. ببخشید من یه اندکی صدای معمولم نیست، علتشم اینه که چند روزیست که حالم خوش نیست، ولی نه چندان ناخوش که نتونم در خدمت شما باشم. بله شما لطف دارید آقای خویی، و بنده و طبیعتا همه بینندگان تندرستی همیشه شما رو میخوان و اینکه همیشه بتونیم در خدمتتون باشیم و ازتون استفاده کنیم. حالا به هر حال مقدمتا امشب و من تون تون برم جلو که میگم از کوچکترین لحظه ها بشود بهترین استفاده رو کرد. ازتون خواهش میکنم در آغاز به جای مقدمه و هر توضیحی یه شعر بخونین تا برنامه باز بشه بتونم سوالا رو مطرح بکنم. خواهش میکنم. باشه عزیزم، من اجازه بدین یه چند تا رباعی براتون بخونم، یه چهار پنج تایی که به راستی فشرده ای از آنچه من میگویم رو در بیشتر زمین ها در خودشون دارند. این گونه رباعی ها: با رقص گیاه زیر باران چه کنی؟ با کف زدن برگ چناران چه کنی؟ ای کرده حرام شادی و خنده به ما، با قهقهه گل به بهاران چه کنی؟ گرمی شد از این بیش ستم می کردی، افلاک سیاه پوش غم می کردی، می گفتی روسری ببندد خورشید، چادر به سر بهار هم می کردی. در بحر جهان خورده شود ماهی خرد، هر برگ که از شاخه جدا شد پژمرد. ایران من ای مام بلا دیده، بگوی با ترک و بلوچ و خوزی و فارس و کرد. بد گویم و از بدم دریغ آید و شرم، نیز از بد بی حدم دریغ آید و شرم. حیرت زدم که تا چتان نام دهم، دد گویم و از ددم دریغ آید و شرم. بد گویم و از بدم دریغ آید و شرم، نیز از بد بی حدم دریغ آید و شرم. حیرت زدم که تا چتان نام دهم، دد گویم و از ددم دریغ آید و شرم. آزادی ای راه من، ای رهبر من، ای خواست تو سرشته با گوهر من. می باید اگر که در رهت سر بدهم، اینک سر من. من با تو نگویم که چه یا چون بنویس، از حال درون یا که ز بیرون بنویس. بنویس بدان چه تاید از دل، یعنی ای شاعر قتل عام با خون بنویس.
ماهی ز گزند آب کی می ترسد، از گم شدن آفتاب کی می ترسد. گو نگذارند شعر من چاپ شود، از کهنه شدن شراب کی می ترسد. گویند اگرت باد به امرش بوزد، این معجزه اوست بدان شک نسزد. بر برتر از این معجزه خواهی ز امام، بنگر که خورد زهر و ککش هم نگزد. بله گمان میکنم بس باشه. درود بر شما آقای خویی. اجازه بفرمایید که اولین پرسش رو از یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنویم. خواهش. از آقای خویی بپرسید که نظرشان در پیوند با درهم آمیختن سم سیاست با گوهر هنر چیست؟ خواهش من بفرمایید. بعد از اون پرسش های بنیادی و همیشگی و گرفتاری زاست، سم سیاست منم موافقم که در کشور ما و تا اینجای تاریخ ما سیاست بیشتر سم بوده و نه چیز دیگری. به همین دلیل هم بوده که وقتی که سیاست به اوج خودش میرسیده، رهبران ما ناگزیر میشدند که بنوشنش، زهر بخورند. و تا کنون دو امام دیگری که در ایران به خلافت رسیده اند، هر دوشون به این کار ناگزیر شدند. و اما در همه جهان سیاست زهر نیست، در خیلی جاها نوشیست که بیان در حقیقت مثل آب زندگانی جامعه نمیگذره. ارسطو گفت و به گمان من تعریف بدی هم نیست در پیوند با انسان، که انسان حیوانی سیاسی است یا حیوانی شهرنشین است. پولیتیکون در یونانی هر دو این معنا رو داره، ولی به هر حال انسان یک جانور شهرنشین و سیاسی است. و این است که سیاست بخشی است از فرهنگ بشری، لازم است. فقط در دست تباهکاران، در دست نانجیبان و دروغگویان است که به سم بدل میشه، چنان که در ایران امروز شده است. و اما تا هنگامی که سیاست نوش باشه، من گمان نمی کنم که هیچ گونه ربطی با هنر و به ویژه با شعر داشته باشه. هنگامی سیاست با هنر و به ویژه با شعر پیوند می‌یابه، در حقیقت به ویژه با هنرهای زبانی پیوند می‌یابه، که سیاست سم شده باشه، زهر شده باشه. در آنگاه که چنین می‌شود، چون که در جامعه ما شاید کم همیشه همین گونه بوده است تا این لحظه، در حقیقت اصل تقسیم اجتماعی به هم می‌ریزه و کسی، هیچ کس سر جای خودش نیست. فرض کنید رهبر یک کشور شعر می‌فرماید، شاعران ناگزیرند که کار سخن از سیاست نیز بگویند. شاعر نیست که به سوی سیاست می رود، سیاست است که خود را به شاعر تحمیل می کنه. اگر دل شاعر با مردم باشه، اگر دلسوزی داشته باشه، اگر واقعا دلی داشته باشه، در برابر کشتارهای سیاسی، در برابر زندانهای سیاسی، در برابر تمام ستمهایی که بر زن ایرانی می رود، بر تمام هممیهنان ما، در بر دیگر باشان، دیگر اندیشان،
دیگر دینان بر همه اینان میبینیم که ستم میرود و خب شاعر یا هنرمند به طور کلی یا هر انسانی که ببیند چشمی برای دیدن داشته باشه گوشی برای شنیدن داشته باشه ناگزیر متاثر میشه اگر زبانی داشت برای گفتن خب البته که خواهد گفت من یه فرمولی پیدا کردم برای پیوند هنر با به ویژه شعر در جامعه های مثل در جامعه بشری به طور کلی اون پیوند این است که هرچه نمودهای سیاسی در یک جامعه بیشتر باشه شعر و هنر به طور کلی ناگزیرتر که سیاسی بشه یا به سیاست هم کار داشته باشه هرچه نمودهای سیاسی در یک جامعه کمتر بشند شعر و هنر به طور کلی از سیاست رهاتر و رهاتر می شوند ببینید در یک جامعه دموکراتیکی مثل مثلا انگلیس که من سالیان درازی است در اون زندگانی می کنم بدبختانه بدای این که از ایران بدورم و نیکبختانه بدای این که اگر در ایران می موندم خب الان کنار سعید سلطانپور خوابیده بودم باری در یه چنین جامعه ای اگر دبیران یا آموزگاران یا استادان دانشگاه بیایند به خیابان و اعتراض کنند به اینکه حقوقشون کمه پلیس اونها رو همراهی میکند نه برای اینکه چماق بکشه و بکوبه تو سرشون بلکه برای اینکه دیگران مزاحمشون نشند خب اعتراض به کمبود حقوق پس در چنین جامعه سیاسی نیست لباس پوشیدن اینکه شما چگونه لباس بپوشین در این جامعه کاری به دولت نداره کاری به حاکمیت نداره حاکمیت به این کارا کاری نداره بسیار کمند آن کارهایی که حاکمیت بهشون کار داره مثل مثلا جاسوسی خیانت به منافع ملی و این گونه چیزاست که سیاسی شمرده میشه و البته که در این زمینه دولت ها حاکمیت ها حق دارند که دخالت کنند چرا که وظیفه شون اینه و شاعران طبیعتا از جاسوسی و جاسوسان حمایت نمی کنن در شعرشون البته و در بله و در چنین است آقای فلاحتی که اگر یک جامعه به آزادی ناب برسه یعنی در اون جامعه‌ای که از آزادی ناب برخوردار باشه جامعه‌ای است که در اون دیگه نمود سیاسی نداریم در چنین جامعه‌ای دیوانگی خواهد بود که شاعر یا یک هنرمند به سیاست بپردازه ولی هر چه جامعه واپسمانده تر باشه هر چه دیکتاتوری بیشتر باشه که برایندش این خواهد بود که نمودهای سیاسی بیشترند درگیری شعر و هنر به طور کلی با سیاست نیز بیشتر خواهد بود در جامعه مثل ما شما سرتو برمیگردونی میخوری به دیوار سیاست پیرهن آستین کوتاه میپوشی کار سیاسی کردی سر میپوشی کار سیاسی کردی اجازه بفرمایید بله. موضوع میخوام صحبتون قطع کنم اجازه بفرمایید تا همه بحث سیاست هست پیوندش با هنر با شعر و با خود شما اجازه بدین برگردیم به قبل از انقلاب پرسش دوستان فیسبوک رو بشنویم باز میشه این مقدار این صحبت آیا اینکه آقای خویی جزو چریک‌های فدایی و از دوستان سعید سلطانپور بودند حقیقت داره و اینکه در حال حاضر مشی سیاسی ایشان چیست من فقط ازتون تمنا میکنم آقای خویی که پرسش ها زیاده یه مقدار فشرده تر بفرمایین و به هر حال من مطمئنم بینندگان این برنامه بسیارانشون در میابند اگر شما فقط فیرو بگین فرحزاد رو بخونم خواهش من بفرمایین با امیدوارم ولی من از اونجا که 20 سالی دست کم آموزگار بودم دانشیار دانشگاه بودم اول استادیار و بعد دانشیار و آموزش برای دبیر شدن قبلا دیده بودم
ببخشین بر من، من عادت دارم که فرض کنم که همه چیز رو باید تا آنجا که میشود روشن‌تر بیان کنم. بفرمایید. با این همه باش. بله، من از یاران سید سلطانپور بودم. سید سلطانپور هم دوست، هم برادر و هم رفیق من بوده است و یکی از سرفرازی‌های زندگانی من این است که با آن کارگردان تئاتر، آن نویسنده، آن شاعر بسیار بسیار پر استعداد که اگر میموند به راستی از شاعران نام‌آور و طراز اول ما میشد، ولی جان خودش رو در راه آزادی مردمان خودش فدا کرد، فدایی بود به این دلیل. پیش از اون آقای خویی، پیش از اون رابطه شما، رابطه نزدیک و دوستانه و رفیقانه شما با امیر پرویز پویان از رهبران اولیه و از تئوریسین های سازمان چریکای فدای خلق، شما این خیلی زبان زد است و خودتون خیلی نوشتین در این باره و خیلی ستایش کردین پویان رو. از همون موقع شما با به هر حال نزدیک بودین با این سازمان و مهم به هر حال این سازمان و اون سازمان نیست، مهم با اندیشه چپ و اندیشه مبارزه مسلحانه قبل از انقلاب، چون این بوده است؟ بله بله بله، من عضو سازمان سیاسی سازمان فدایی نبودم ولی از هواداران بسیار جدی این سازمان بودم. با امیر پرویز جان پویان و مسعود جان احمدزاده دمخور بودم. این دو از یاران هم گرمابه و گلستان من بودند. کمتر هفته‌ای میشد که ما دست کم تو سه شبی شروع با هم نگذرونیم و هرگز فراموش نمی‌کنم که مسعود احمدزاده وقتی که ترجمه می‌کرد، ببینید دو تا از ترجمه‌هاشو من ادیت کردم براشون و اینم باز گفتن داره به نظرم که من بعد از اون که دانش آموزیم در دانشگاه لندن تموم شد و بازگشتم به ایران، یه هدیه‌ای که برای دوستان بردم اون کتاب ریولوشن این ریولوشن روژه دوبری بود و ما سال بسیاری شبها این کتاب رو به دقت میخوندیم و برای همدیگه کوشش میگردیم که روشن کنیم. یعنی اولین ترجمه کتاب انقلاب در انقلاب به فارسی مال مسعود احمدزاده بود یا؟ نه، هیچ کدوم از اینا این کتاب رو ترجمه نکرد، منم ترجمهش نکردم، فقط میخوندیمش. البته هر دوی این نازنینان انگلیسی میدونستند اما خب نه چندان خوب و من برشون میخوندم و ترجمه زبانی میکردم، ترجمه شفاهی و در تک تک مواردی که در اونجا مطرح میشد با همدیگه گفتگو میکردیم و من گمان میکنم که اون کتاب در شکل گرفتن جهان‌نگری چپ نو بسیار بسیار مؤثر بود. یکی دیگه از کتاب‌های بسیار مؤثر خاطرات چگورا بود و تجربه کوبا به طور کلی. بعدها اگر یه خود تندتر برم جلو، بعدها که انقلاب ایران به گفته شکرالله جان پاک نجات ملاخور شد و مجال بازنگری در اندیشه های خود برای من پیش آمد، دیدم که به این نتیجه رسیدم که به کار گرفتن مشی چریکی در ایران آریامهری، در ایران سلطنت زده به هنگام نبود. اون حاکمیت رو میشد
اگر خرد دیالکتیک ما بهتر کار میکرد میشد باش یک مبارزه دموکراتیک رو پیش برد. ولی ما بدبختانه این خطای بزرگ رو کردیم. اما نکته رو باید بیشتر بشکافم. مشی چریکی مثل هر مشی سیاسی دیگری یک شگرد نبردایی نیست، استراتژی نیست، یک تاکتیکه. و تاکتیک ها نه به خودی خود خطاند، نه به خودی خود درست. تاکتیک ها میتونند به هنگام باشند یا نابهنگام. اگر تاکتیکی به هنگام در تاریخی که لازمه به کار برده بشه، خب کار درستی که انجام شده است در راه پیشبرد استراتژی. اما اگر نابهنگام به کار برده بشه، فرض کنید خب مثال واضحش اینه که الان در انگلیس یه گروهی شروع کنه به کارهای چریکی، خب این کار نابهنگام مبلغانه است که به جایی هم راه نمیبره جز اینکه چند تنی رو از مردم بیگناه و از جمله خود اون دیوانگان رو به کشتن بده. اما من هنوزم گمان میکنم که بالاخره فرمان فرمایی آخوندی جوانان ما رو به جایی خواهد رسوند که یک بار دیگر سازمان های زیرزمینی درست کنند و به فکر در حقیقت دفاع مسلحانه از خودشون بیفتند. بعدا که پیش از اون که چنین بشود، این فرمان فرمایی ضد تاریخی، ضد زن، ضد زیبایی، ضد شادی، ضد همه چیز، از جمله امپریالیسم. یه وقتی گفتم به یکی از دوستان که گفت از دوستان توده‌ای که تو گمان نمی کنی که اینا دست کم ضد امپریالیستن؟ گفتم چرا؟ چون امپریالیسم هم یک نمود انسانیست و اینا با هرچه انسانیست، هرچه که انسان ساخته باشه مخالفن. اینا میخوان برگردن به گفته سلمان رشدی به آغاز تاریخ، به نقطه، به لحظه صفر و تاریخ رو به بازسازی، هم از آغاز بازسازی اسلامی و پاکسازی اسلامی بکنن. چون که دانشگاه های ما رو کردن، چون که الان تمام سیستم آموزشی ما رو دارن میکنن. آقای دکتر حالا میرسیم و... آقای دکتر خویی به مسئله دانشگاه و انقلاب فرهنگی. ببینین همین اشاره‌ای که به اسم سلمان رشدی کردین، سال 67 آقای خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو اعلام کرد یا اعلام شد از طرف آقای خمینی با اون نامه‌ای که دستخط ایشون بود، و شما و نادر نادرپور تنها اهل قلم، نه فقط شاعرتون، نویسنده همون هم کسی نبود، تنها اهل قلم ایرانی در تبعید بودید که امضا کردید اون اعلامیه حمایت از آزادی بیان و آزادی قلم و از خود شخص سلمان رشدی رو. چرا اون موقع فقط شما دوتا این کار کردین؟ از نویسنده ها، از اهل قلم ایرانی دیگر هم در خارج بودن. حقیقتش اینه که جاودان یا نادرجان نادرپور و من با هم دیگه در این زمینه در تماس نبودیم. ایشون مستقلا در امریکا این کار رو، این تصمیم رو گرفت و من در انگلیس. و با بسیاران نیز گفتگو کردیم و من یکی تردید میدونم، البته چون بعدا پیش اومد که با آقای نادرپور سخن بگم. ما از هر دو سو با نه بسیاران، با کسانی که فکر میکردیم که دلیری این رو دارند که این بیانیه رو امضا کنند، بیانیه جهانی دفاع از سلمان رشدی و ناشرانش رو، هر یک به بهانه‌ای کنار کشیدند. بیشترین بهانه آنگونه که من به یاد می‌آورم این بود که آقا ایشون به دین مردم توهین کرده و حقش اینه که کشته بشه. برای من واقعا این استدلال جنایتکارانه است. وقتی که آدم می‌بینه که دین مردم آلوده است به این همه خرافه
و این همه خرافه ها مایه کشت و کشتار مردم میشن، مایه واپسماندگی مردم میشن. ببینید شما اگر الان جغرافیای جهل و فقر رو با جغرافیای اسلام بسنجید، ببینید این دو تا جغرافیا روی هم میافتند. هر جا جهل و فقر هست اسلام هم هست، و برعکس هر جا اسلام هست جهل و فقر هم هست. آیا ما حق داریم این سخن رو بگوییم؟ ما که میگم یعنی شاعر، نویسنده، روشنفکر، کسانی که در سرشون درد میکنه برای اندیشیدن. البته یکی از یاران من در کانون نویسندگان به من گفت که کانون حق نداره که با دین مردم رویارو کنه. گفتم حق با توست بی تردید. حزب ها هم حق ندارن با دین مردم در بیفتن. تجربه به من نشون داده در شوروی مثلا یا برخی جاهای دیگه که وقتی که قدرت یا سازمان مبارزه با دین رو آغاز میکنه، دین مثل فنری بر روی هم فشرده میشه و این نیرو در رو جمع میشه، و همین که اون فشار بیرونی از روش برداشته بشه با شدت بیشتری به بیرون پرتاب خواهد شد. چنان که دیدیم مبارزه در شوروی سابق با مسیحیت، گونه از مسیحیتی در اونجا رواج داشت و داره، نه تنها آسیبی به مسیحیت نزد که همکنون با کسانی که من صحبت میکنم ایمانشون بیشتر هم شده. خب پس خطاست که سازمان ها با دین در بیفتند، ولی آیا میخوایم از این خطا بهانه ای بسازیم برای اینکه خفه خون بگیریم در این زمینه؟ نه، من گمان میکنم فرد با مسئولیت خودش، با آمادگی برای اینکه کشته بشه در این راه، حق داره که سخن خودش رو بگه. و به من میگن با دین مردم توهین نباید کرد. دین مردم تمام رفقای منو کشته، توهین از این بالاتر مگه میشه؟ خب گفت پدر کشتی و یا رفیق کشتی یا پسر کشتی و تخم کین کاشتی. پسر کشته یا پدر کشته را کی بود داشته یا رفیق کشته را؟ دین مردم آقای خویی، دین مردم یا حکومت دینی چنین کرده؟ من بله، پرسش بسیار ظریفیه، ولی ببینید اگر ما حکومتی اسلامی در طول تاریخ می داشتیم که از جنایت، از ستم، از جهل و از دروغ برکنار می بود، من می پذیرفتم که حکومت اسلامی رو از خود اسلام باید جدا کرد. یک نمونه برای من بیاری تا من بگم که خب پس این دوتا با هم تفاوت دارن. خب هم اکنون شما به هر جای جهان که نگاه کنید، بیشتر دشواری های انسانیت همین برخورد های دینی است که پیش میاد. دست کم بهانه این است. بعضی نظر به نظر من آیین یهود همیش فرقی با اسلام نداره. خب اجازه بفرمایید که باز برگردیم به خود شما مستقیما. مقاله مهمی نوشته آقای اکبر گنجی پارسال، البته درباره چگونگی تبدیل شدن خمینی به یک رهبر بی‌رقیب در انقلاب 57 و تب حمایت از خمینی در بسیاری از روشنفکران مطرح و فرهنگی ها و هنرمندای اون دوره، که از جمله اشاره است به شعر شما، که تنها شعری که در وصف خمینی سرودید. آقای دکتر خویی، چه حس و چه منطقی داشتین که اون شعر اون موقع سرودین و الان چه حس و منطقی دارین؟ حالا بخشش هم البته امروزتون رو گفتین، خواهش می‌کنم بفرمایید. بله من از کسانی هستم که به راستی تاریخ ایران حق داره محاکمه‌شون بکنه. چرا؟ برای اینکه من اسم می‌کردم، ادعا نمی‌کنم که می‌دونستم، مثل روز برام روشن بود، ولی حس میکردم، میدیدم یک جوری که چی داره پیش میاد، و
به جای دلیری اون رو نداشتم که به خودم وفادار بمونم و اون حس درونم رو مثل همکنون بیان کنم. چرا؟ به دلیل آنکه چپ بودم و به دلیل آنکه توده زده بودم. توده‌ای نبودم ولی مردم زده بودم. مردم برای من مثل خدا بودند، پرستیدنی بودند، ستایش شدنی بودند و مردم خطا نمی کردند. تو همون شعر من گفتم مردم هماره حق دارند. آن شعر رو که من روز اومدن خمینی به ایران پس از اون گفتن هیچ معروفش به ایران رسید، من در روزنامه آیندگان چاپ کردم. بذارید و بعد آنگاه که قرار شد که چند تا از دفترهای شعر من بیرون از ایران چاپ بشند، اون شعر رو گذاشتم در آغاز یکی از این دفترها، در حقیقت در آغاز نخستین دفتر شعر خودم و پیشگفترم بهش نوشتم که در آن کوشش کردم روشن کنم که چه بلایی بر سر شاعر می آید آنگاه که مردم زده می شود. مردم دوستی با مردم زدگی تفاوت داره و یکی از بزرگترین خطاهای و خطرهای چپ این است که به دام توده گرایی، به دام مردم زدگی بیفته، چنان که ما افتادیم. یه تیکای از اون شعر یادمه، میخونم براتون تا ببینید که چرا مرو به وقتی تاریخ باید محاکمه کنه. شعر یه گفتگوی درونی شاعر با خودش. عنوان شعرم هست مردم هماره حق دارند. یه تیکه از شعر. مردم هماره حق دارند؟ نه. مردم به رویارو بودن با آن کرگدن، اما اینجا و اکنون در شور کور خیشتن سخن از سر سپردن. مردم هماره حق دارند؟ نه. مردم به رویارو بودن با آن کرگدن، اما اینجا و اکنون در شور کور خیشتن سخن از سر سپردن بردوار به جادویی بی شکل اما پرتهاجم میگویند که از هیبت پریروزینش دیگر بار خواهد دمید دیوی مردم خوار. نه، انکار و بدگمانی بیهوده است. مردم هماره حق دارند زیرا که بسیارند. چرا؟ خب بسیار که باشه، مگر بسیار بودن حق میده به کسی، به یه ایده، به یه کار، به یه اندیشه؟ یا وقتایی هست، مثلا گالیله نمونه درخشانشه، وقتایی هست که فقط یک نفر به حقیقت باور داره، بقیه همه دروغ رو باور دارند. چرا مردم هماره حق دارند؟ اونم مردمی که که ما در اندیشه چپ هم از آغاز دچار توهم بودیم برخورد با اونا. ما از نیروهای خودم رو بسیار بسیار کودکانه ارزیابی کرده بودیم. ما گمان میکردیم که همین که یکی از یارانمون میرفت به کارخونه با دو تا کارگر صحبت میکرد، فکر میکردیم که دیگه قلعه خیبر رو مثلا فتح کردیم. البته شعرهای بسیار هم دارید شما که من ای کاش که شب شعری برگزار میکردیم در صدای آمریکا که شعرها رو همه رو بتونیم بخونیم، لااقل بخششو. بسیار دارین. من عرض کردم که پرکارترین اگه فرصت بشه، حالا ازتون میپرسم که اسماعیل خویی، حالا به بینندگان دارم عرض میکنم که اسماعیل خویی دست کم 28 مجموعه شعر در خارج از کشور تو این 30 سال گذشته ازشون منتشر شده است که شاید دو تا یا سه تاش مجموعه ها یا گزیده هایی از شعرهای دیگر کتاب ها باشه و این یعنی هر سال یه بار من محاسبه کرده بودم، یعنی هر هفته یک شعر
چاپ شدنی از یک استاد صاحب سبک معاصر منتشر بشه، خب ما نداریم همچین چیزی رو واقعا. اما آقای خویی، من خواستم ازتون خواهش بکنم که در ارتباط با همین صحبتایی که الان داریم میکنین، دست کم من دو سوال دیگه بتونم تا پایان برنامه ازتون بکنم. یکیش در پیوند با اون نقل قولی است که از اخوان ثالث در سال 69 در نشریات شد و همچنان داره بازنشر میشه و همین اواخر هم دیدم باز دوباره منتشر میشود، که حالا خواهم گفت که چرا، البته الان داره بیشتر باز منتشر میشه، که نشریات جمهوری اسلامی نوشتن و می نویسن یکی از مشکلاتی که اخوان در مورد آن به واسطه آشنایی با رهبر انقلاب و شناخت ایشان به فضل و شرف اقدام به میانجیگری می کند، مسئله بازگشت دکتر خویی به کشور است. از زبان اخوان نوشتن که اخوان میگه خویی، به خویی در لندن گفتم اگر بخواهی من میروم رو میندازم پیش آقای خامنه ای، من برای خودم رو ننداختم، برای تو امثال تو میرم رو میندازم، عطوفت اسلامی هم سابقه دارد، سیصد به همچنین احتمالا در اینها هست و البته که است، من جناب خامنه ای را از دیرباز میشناسم، آدم درست و سلیم است، من درباره او یک کلمه ناجور حتی از مخالفینش نشنیدم، الانم الحمدلله در اوج است، رهبر مسلمین جهان است، من میروم پیش ایشان که رو بیاندازم به شرطی که شماها برگردید و در مملکت خودتان خدمت کنید. گفت، یعنی خویی به من اخوان گفت، تو بر من حق ولایت داری البته، به شرطی که بیایم و بتوانم برگردم مثل بسیاری دیگر. گفتم به چشم، این را هم میگویم و فکر میکنم پیش آقای خامنه‌ای آنقدر قدر و اعتبار داشتم که یحتمل رویم را زمین نیندازد. ماجرا چه بود آقای دکتر؟ من تا کنون هیچ سخنی در راستی سنجی سخنان استاد بزرگم مهدی اخوانجان ثالث نگفتم و الانم نمیخوام این کار رو بکنم به راستی، اما اخوان در این یادداشتی در این گفتگو که با اون در اون زمان با کیهان کرده بود، اولا که از خامنه ای آنگونه سخن نگفت که با ما سخن میگفت در خلوت. خامنه ای آدم درست و پاکی نبود از همان آغاز جوانیش هرگز. اخوان میگفت که ایشون ساز میزده، ایشون کارهای دیگر هم میکرده، ولی باری حالا از آنجا که میخواسته لطف کنه در حق یکی از کوچکترین شاگردش که من باشم، خب یه لیلی به لالای آن مرد گذاشته، ولی بقیه اون حرفها حرفهای من نیست. امیدوارم که خود اخوان، ما معمولا با هم مشروب هم میخوردیم حرف که میزدیم و شاید اینگونه برداشت کرده. من همون وقتی که ایشون این سخنان رو با من گفت، این پیشنهاد رو به من کرد، گفتم که اخوان جان دستتو میبوسم و خواهش میکنم که این کار رو نکن، و بعد دیدم که این کار شده. در همان زمان من یک بیانیه نوشتم که درش توضیح دادم که اخوان جان این ولایت داره بر من در همه زمینه ها، نه در این یکی زمینه، چرا که من ترجیح میدم که در غربت، در جرفای فقر و بدبختی بمیرم و از چنان آدمی، از چنان آدم خاری، از چنان مردم کشی، از چنان جنایتکاری که فرهنگ ما رو نابود کرده، زنای ما رو به روسبیگری، که بسیاری از زنان ما رو به روسبیگری کشونده، من از چنین مردی تقاضای بخشش نمی کنم. در یادم در اون مقاله نوشتم که چه بخششی، کی باید کی رو ببخشه، من چی کار کردم، من چه کسی از خانواده یا دوستان یا مردم او رو کشتم، او رفقای من رو کشته، او باعث شد که پسر من اینجا، هنوز من نمیدونم پسرم مرده یا خودکشی کرده یا کشتنش، همه این بلاها رو او به سر من آورده. اگر قرار ببخشش باشه، من باید او رو ببخشم، نه او من رو.
اینا رو به روان هومنم به اخوان جان گفتم، توی اون مقالم نوشتم و وقتی اون مقاله چاپ شد اخوان هنوز زنده بود. مقاله پخش شده هست، خواسته باشین پیداش میکنم براتون میفرستم. درود بر شما. اجازه بدید من باز یک پرسش دیگری که در پیوند با نیمایوشیج ازتون بکنم. ببینید یک موضوعی این اواخر بسیار مطرح شده، هم در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از فارس گرفته که مال سپاه تا خبرگزاری مهر و دیگران و اینها، و هم در محافل فرهنگی و به ویژه شعر ایران در ایران، هم جوونا هم به هر حال مجربها. شفیعی کتکنی ایشون در مقدمه کتابی که مجموعه آثار ناتل خانلری است منتشر شده است اخیراً در ایران، در مقدمه نوشتن، مخصوصاً این تیکشه که میگم خیلی بازنشر شده در نشریات جمهوری اسلامی، نوشتن در مورد آثار نیمایوشی چه نظم او و چه نص او ملاک اعتبار تاریخ نشر آنهاست و نه تاریخی که در پای آنها نهاده شده. نیما یعنی نیما شعر می نوشته و بعد تاریخش رو به نام مصلحت می برده عقب می زده. نیما با نامه‌ها و یادداشت‌های روزانه‌اش به ما ثابت کرده است که با همه مقام شامخ هنری‌اش در رعایت حق و حقیقت چندان هم عادل و معصوم نبوده است و بعضاً از تهمت زدن به دیگران گویا در لحظه‌های خشمگین پروا و پرهیز نداشته است. به همین دلیل تاریخ آن نامه‌ها و تاریخ این شعرها فقط در حد زمان انتشارشان اعتبار دارد و لاغیر. تصور می‌کنم که نیمایوشیج شعر با غروبش را پس از خواندن شعر یغمای شب خانلری در سخن به تاریخ مرداد 23 سروده است، ولی تاریخ قدیمی تری فروردین و 23 زیر شعر گذاشته است و تا آنجا که میدانم تاریخ نشر آن شعر نیما سالها بعد از نشر شعر خانلری بوده. این عنوان مثال مطرح کردن دکتر شفیعی کتکنی و در ادامه میگن کسی که در نامه های خصوصیش تا بدان حد غرض ورزانه دیگران را لجنمال میکند، یعنی نیما، چه مقدار تقوای هنری میتواند داشته باشد که تاریخ شعر را با چرخاندن سر قلمی به مدتی قبل نبرد، چنان که تردیدی ندارم که حرفهای همسایه را با هر تاریخی که در زیر آنها نهاده به تأثیر از کتاب چند نامه به شاعری جوان از ریلکه شاعر آلمانی قرن بیستم و ترجمه خانلری که در 1320 انتشار یافته نوشته شده، یعنی رو دست اون نوشته. آقای خویی نظر شما چیست؟ در این فرصتی که داریم دیگه بگوشیم در باره این سخن دکتر شفیعی. خواهش می‌کنم. امیدوارم حرفام تموم بشه در همین فاصله. من دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی رو مثل برادر دوست می‌داشتم و می‌دارم. او یکی از شاعران برجسته این روزگار براستی در دبستان شعر نو خراسانی از شعرهای طراز اول و من قصیده‌ای در پیوند با او در ستایشش سرودم. و اما گفت من فلانی رو، سقراط گفت، افلاطون گفت سقراط رو، یا ارسطو گفت افلاطون رو بیشتر دوست می‌دارم، اما حقیقت رو از او بیشتر دوست می‌دارم. حقیقت اینه که این حدس دکتر شفیعی که نیمایوشیج تاریخ دستکاری میکرده، عقب میبرده تاریخ سرایش شعرهاشو، اگر قرار باشه که ملاک قضاوت قرار بگیره، اگر قرار باشه سنجهی برای این گونه داوری های شعرشناسانه بشه، من پیشنهاد میکنم که به همه شاعران شک کنیم، به ملاک ملاک برای سنجش تاریخ سروده شدن یک شعر تاریخ انتشارش بشه، نه تاریخش که شاعر زیرش گذاشته. به راستی یادم میاد که برخی از شعرهای حتی اخوان جان رو من وقت میخوندم میدیدم که از تاریخ سرایش با تاریخ انتشار چند سالی بلکه بیشتر گاهی فاصله داره. خب اگر قرار به شک باشه به خود رضا شفیعی هم میشه شک کرد. بهتر آن است که ما نیت سنجی نکنیم، ابژکتیویته خودمون،
عینی بودن داوری خودمون رو در داوری های سخنشناسانه و در هر گونه داوری از دست ندیم و یه حدس به گمان من بی پایه خودمون رو که به هیچ روی نمیتونیم راستی یابیش بکنیم این همه آب و تاب بهش ندیم و دو تا مرد بزرگ رو که همیشه که در جوانی هر دو بسیار به جان هم افتاده بودند پس از مرگ نیز یک بار دیگه با هم دست به گریبان نکنیم. من در چندین برنامه تلویزیونی که چندین سال پیش داشتم و در آنها در زمینه های پدید آمدن و شکل گرفتن شعر امروز ایران به تفصیل سخن گفتم، دو دبستان رو در شعر امروز ایران از هم دیگه باز شناختم، یک دبستان شعر نو، دو دبستان نیمایی. واژه یا عبارت شعر یا نامگذاری شعر نو از دکتر خاندریه و من گمان میکنم که استاد آن دبستان از شعر امروز ایران خود خاندری است. نیما یوشیج استاد دبستان شعر نیمایی است و این دو دبستان با هم دیگه از بسیاری نظرها نه تنها تفاوت دارن بلکه نزدیک به رویارویی با هم دیگه رسیدند، هم در اندیشه هم در خیال ورزی و هم در زبان. این دو دبستان با هم دیگه تفاوت‌های چشمگیر دارند. در زبان برای نمونه دبستان و شاگردای دبستان شعر نو نازنین هستند مثل توللی، مثل نادرپور، کسرایی، البته کسرایی بعداً نیمایی هم میشه، هیالف سایه، هوشنگ‌جان ابتهاج که اونم باز سری به دبستان نیمایی هم میزنه، مشیری، فروغ فرخزاد جوان، اینا همه شاگردان دبستان شعر نو هستند. ولی شاملو، اخوان، فروغ دوره دوم پس از آشناییش با ابراهیم جان گلستان و کسرایی در دوره جا افتادگی شعرش، اینا شاگردان دبستان نیمایی هستند. گفتم این دو دبستان از دست کم سه نظر با هم دیگه بسیار بسیار متفاوت هستند، یک در زبان، دو در خیال ورزی و سه در اندیشیدن. در زبان دبستان شعر نو زبان معیار رو قبول داره و هرگز سنت شکنی، دستور شکنی یا ساختار شکنی نمی کنه، ولی دبستان شعر نیمایی هر جا لازم باشه در ساختار زبان نیز دخالت میکنه. با تنش گرم بیابان دراز خفته را ماند در گورش تنگ، به دل سوخته من ماند تا آخر. و اخوان هم همین سنت رو ادامه میده، با چکاچاک مهیب تیخ ها من تیز، قرش زهره دران کوس ها من سهم، پرش خاراشکاف تیر ها من تند. یعنی آقای خویی میفرمایید که چون یه دقیقه متاسفانه بیشتر وقت نداریم ازتون این سوال میکنم، میخوام نتیجه بگیرم، میفرمایید که از نظر دیدگاهی بله، یعنی نتیجه این که شفیع کدکنی هم از نظر دیدگاهی در این حوزه قرار میگیره و چون اینجور حمله کردن به نیمایی که شما همه جا نوشتید و گفتید که آنچه نیما به ما یاد داد قبل از هر چیزی جهان نگری بود، اینجور حمله کرده با اسم از تقوای هنری و این واژه های در واقع. خب بفرمایید خواهش میکنم. اولا شاملو هم اگه کتابی که ازش در اومده به خونده باشین که دکترش در آورده خیلی بد گفته از هم نسلان خودش و از کسانی که در خونش حضور نداشتند. آدم ها در قلبت خودشون از این حرف ها میزنند و این ربطی به شرافت هنری افراد نداره، پیش میاد، هیچ کس فرشته نیست. ولی نکته با اهمیت این است که در به ویژه در شیوه اندیشیدن بیشتر شاعران نیمایی چپ میاندیشند و میاندیشند
بیشتر شاعران شعر نو هرگز با سانسور یا با حاکمیت درگیری پیدا نمی کنند، یعنی حالا راستند در حقیقت. اما چی میخواستم شد؟ چجوری میخوام اینو تمومش کنم؟ به هر حال این دو شخصیت هر دوشون از بزرگان شعر امروز ایران هستند. حتی اگر راست باشه، من نمیدونم چجوری شفیعی میگه که بعد با کامپیوتر و اینجور چیزا میشه پیداش کرد که آیندگان پیدا خواهند کرد که من راست میگویم، ولی من گمان نمیکنم هیچ گونه هرگز سبک‌شناسی به اینجا برسه که این گونه چیزها رو تشخیص بده. دو تا شعری رو که رضا جان با هم دیگه سنجیده فقط از نظر وزن همانندن. در جهان نگری و در تصویر پردازی و در زبان با هم دیگه تفاوت‌های بسیار بسیار جدی دارند. گیرم که نیمایشیج این رو از روی دست خواندن به تاثیر خواندنی ساخت.